پیمان عزیز الان پیشمونه که از خودش بهمون بگه و از کارهای زیباش. خیلی خوش اومدین. مرسی که پذیرفتی دعوت ما رو. دعوت کردین، مرسی از وقتتون. آره می‌خوام سلام علیکم کنین یا هر چی. سلام به همگی، به بیننده‌های عزیزتون. پیمان سلیمی هستم، آهنگساز و ترانه‌سرا. به به. در خدمتتون. می‌خوام به ما یکم بگی از کجا شروع کردی؟ اصلا چطور شروع کردی؟ من از موسیقیت بگی کمی. آره حتماً. موسیقی رو سن 5-6 سالگی با ساز کیبورد شروع کردم. ولی خیلی تفننی بود و کاربردش هم بیشتر گروه سرودای انقلابی بود. از اون هممون از اونجا یه جورایی هممون یک تایمی بله. بعد ولی از یه سن نوجوانی دیگه خیلی به گیتار علاقمند شدم. شروع کردم به گیتار کلاسیک یاد گرفتن و 17 سالم هم که شد دیگه تصمیم گرفتم موسیقی کل زندگی میشه دیگه، جزئی نباشه دیگه. بعد کنکور هنر شرکت کردم سال 80، ورودی 80 دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای زیبا. من اولین شاگرد در واقع گیتار کلاسیک دانشگاه تهران بعد از انقلاب بودم. آره آره، سال اول بود این رشته دوباره داشت دوباره گذاشتن ساز جهانی اسمش. خیلی هم عالی. خیلی هم پس از همونجا شروع شد. از اونجا شروع شد و ولی به کجا رسید علی؟ 2-3 سال که دانشگاه تهران درس خوندم تصمیم گرفتم از ایران برم. احساس کردم که به هر حال یه سری چیزا رو تجربه می‌کردم. یه استاد خیلی خوبی بود اون موقع توی کنسرواتوار فلورانس توی ایتالیا به نام بورگز، آلفونسو بورگز. منم چون زبان ایتالیا خیلی دوست داشتم دیگه چه فرصتی از این بهتر زبان ایتالیایی بریم همونجا. همینجور شد رفتم اونجا و بعد دیگه لیسانس در واقع کنسرواتوار رو توی نوازندگی ساز گیتار گرفتم. بعد فوق لیسانس هم این مسترم رو در واقع آهنگسازی موسیقی الکترو آکوستیک، یعنی اصلا داستانم عوض شد. یهو اصلا مسیر عوض شد. آره ولی همون باعث شد که خب خیلی دیدم بازتر بشه به همه چیز. قبلش خیلی کلاسیک تر، یعنی راک هم که گوش میدادم اصلا همین هم باعث میشه یه چیز جدید به وجود بیاد. این تغییر نگاه یهو آره شما مجبوریم یه سری چیزها رو گوش کنیم که اصلا نوت وجود نداشت توش. یه سری کمپوزیشن، یه سری آهنگ یعنی قطعه بود که در واقع استراکچر داشت ولی سر و صدا بود، یعنی اینکه این باعث میشد که یه ذره مجبور کنی خودت رو نظم خاصی داره. بعد همون باعث شد که یه ذره علاقمندتر شم به خب آلبوم جدیدت تو راه درسته. فقط اول یه ذره راجبش توضیح بده، همین سبک و سیاقش چجوریه، کی بیرون میاد؟ حتما آلبوم در واقع آلبوم دومم میشه که به صورت تکی دارم تولید میکنم، چون من یه گروهی داشتم، یعنی دارم هنوز تو فلورانس با بچه‌های ایتالیایی به نام The Allophones که الان 7-8 ساله با هم فعالیت میکنیم و دو تا آلبوم با اینا بیرون دادم. ولی خودم تکی سال 2009 اولین کارم منتشر کردم به نام The Curtain، در واقع پرده، که یه آهنگ داشت که خیلی مورد استقبال واقع شد 10,000 Miles Away. بعد دیگه وارد داستان گروه بند و گروه و اینا شدم، یکم تمرکزم از روی کار خودم رفت، یعنی با اینکه آهنگا مال من بود ولی خب یه ذره راکتر شد داستان. چرا تمرکزت رفت؟ دوست دارم من خب همیشه دوست داشتم بند داشته باشم، گروه درست کنم، همش منتظری فرصتی بودم. یه درامر شناختم سال 2010، بهش پیشنهاد همکاری دادم به نام فدریکو فرانکی، دوست خیلی خوبم الان از بچه‌های فلورانس. بعد دیگه همینجوری رفتیم با هم جلو، 7-8-10 سال دو تا آلبوم تولید کردیم. این اواخر دوباره یه ذره تک پرتر شدم چون که احساس کردم که یکم اون صدای فضای کارم در واقع وقتی تکی کار میکنم یه حالت خودمونی سر و قسمت سانگ رایتریش بیشتر میزنه بیرون تا یه بند راک داشتن. درسته. اینه که الان دارم تکی کار میکنم. این آلبومیه که از کارهاییه که توی 3-4 سال گذشته نوشتم. 5 تاش فارسیه، 7-8 تاش هم انگلیسیه. چند تاش هم به صورت تک آهنگ از قبل منتشر شده. بعد این آلبوم قراره 18 آپریل منتشر بشه. همون روزی که منتشر میشه من با اردلان پایوار از گروه ایندو در واقع اولین کنسرت تورمون رو داریم. میشه ریلیز پارتی آلبوم در واقع. بح بح. که تو فلورانس هست. 18 آپریل فلورانسیم. بعد 20 پاریس. 23 برلین.
25 استکهلم و 27 هم لندن. پس همه چیز از فلورانس شروع میشه. همه چیز از فلورانس و شهر منه دیگه. من میدونم شما تدریس هم میکنی درسته؟ آره. من اصلا کارم تدریس از کار اصلا تحت خود فلورانس آره. کار بین کار غیر لحظتون خوب لحظتون خوب بریم. آره من خوشبختانه کاری غیر از موزیک نمی کنم. البته خب خیلی سخت بود اولش، مخصوصا اول که تازه فارغ التحصیل شده بودم، تا اینکه زندگی بیفته رو قلتک و بالاخره نون شبتو در بیاری و بره جلو. ولی الان خوشبختانه همه چی اوکیه. تو دبیرستان کار میکنم و فقط ساز گیتار درس میدم. چطوری هم خوبن بچه های؟ خوبن. ببین از راهنمایی تا اول دوم دبیرستان بهترین سنه، یعنی از در واقع 11 تا که میشه تا 15-16 سالگی. قبلش یه ذره سخته به خاطر که خب هنوز خیلی بچه‌ن. بعدش هم یهو احساس میکنن خیلی بزرگ شدن. ولی هنوز بچه‌ن. خب یه ذره راجع به این دو تا آهنگی که برامون الان اجرا کردی، اولی اوج بود اگه اشتباه نکنم. رج ببخشید. آره و پیدا راجع به این دو تا. کار رج به صورت تک آهنگ ماه دسامبر منتشر شد، سال 2000 دسامبر همین سال گذشته. خیلی هم استقبال شد. در واقع میشه سومین کار فارسی بود که من نواخر منتشر کردم، چون من کار فارسی زیاد می نوشتم وقتی ایران بودم. از ایران که رفتم یه مقدار چون مخاطبم از دست دادم، حالا هوا مثلا عوض شد و چیزایی هم که گوش می دادم اکثرا انگلیسی بودن. این بود که وقتی ورودی اون باشه خروجی هم خوب. ولی الان دوباره برگشتم. الان برگشتم. آره. پس کار فارسی بیشتر قراره که بیرون بری. آره خیلی راستش بخواد فکر نمی‌کنم که حالا مثلا الان بعد انگلیسی بخونم. آره. تصمیم اینجوری نبود دیگه، مثلا یه شب بخوابم صبح پاشم بگم من صبح می‌خوام حتما از فردا می‌خوام آهنگ فارسی به کره‌ای مثلا آهنگ بخونم. ولی آره یهو میرید فازشو میگیری. آره خیلی هم منم خودت مینویسی دیگه همه کارو. ایتالیایی چی اصلا نمیخونی؟ ایتالیایی نه دوست ندارم. چرا؟ ایتالیایی به نظرم کاربرد خودش رو داره و فقط باید تو اپرا خونده باشه. آها تو کارای به قول معروف سینگر سانگ رایتر، یعنی خیلی موزیسین خیلی خوب دهه 70 مخصوصا داشتن که من خیلی دوستان و گوش میدم، ولی هیچ وقت نمیدونم نیومده. آره تو فاز آره نخواستم که اصلا نیومده. آره. اصلا خواستم یعنی درشون هم از جالبه که بندت هم همه ایتالیایی. آره. آره. ولی هیچ کدوم مثلا آخه موزیکی که کار میکنیم، یعنی موزیکی که هممون بهش علاقه داریم، موزیک راک پاپ راک آلترناتیو که بیشترش یا از امریکا میاد یا از انگلیس میاد. خیلی من تاثیر اینو آخه یه چیز جالب بگم، پیمانم کرمانشاهیه و ما با هم دیگه خونمون سه تا کوچه فاصله داره. بعد دیدم توی اینستاگرام یه دونه آهنگ فولکلوریک کرمانشاهی به اسم پپو سلیمانی و با یه سبک خیلی جالبی. نمیخوای ادامه بدی اینجوری؟ اونم یه راهیه. چرا؟ برنامه حالا فقط یه دونه آهنگ است فقط اونجوری تنظیم کردم. خب همون میخوای نمیخوای ادامه بدی؟ اون مدل ساز گیتار زدن روش میگن چیکن پیکینگ. در واقع چون صدای زر صدای قدقد مرغ میده، نوتا کوتاه مقطعه. بعد یه بار همجوری داشتم میزدم این ملودی پپو سلیمانی اومد. آره. تیپیک، خیلی تیپیکه دیگه. خیلی کار میکنه واقعا. اونم که بردی حسابی تو حس اینجا. آره. من یک آرامشی برقرار شد. آره. خوشت اگه خوابت نبره اوکی. داشتم میگفتم به شاهو واقعا صدات یه جوریه که از صبح تا شب آدم میتونه گوش بده و هیچ وقت خسته نمیکنه گوش آدم. ما دو تا آهنگ که شنیدیم انقدر ریلکس بودین فضا و خودت، و فکر میکنم به خاطر اینکه تو خیلی لایو اجرا کردی، یعنی من آره خیلی اجراهای زنده زیاد داشتی. من با بندمون فکر کنم تو 7-8 سال گذشته بیشتر از 300 تا کنسرت دادیم. همین دیگه. بعد میگن فستیوالا اینا رو هم شرکت کردیم. فستیوال توی منطقه که هستیم. آره آره این خیلی، ولی با بندم نتونستیم هنوز از اون یعنی قضیه رو جهانی ترش کنیم به دلایل مختلف. دلایل بعضی از ذره تنبل ترم در آینده. آره, آره حتما. آره. این کار ما یه بازی داریم پیمان جان. ایوای. که یه سری آهنگ، دو تا آهنگ یعنی ما با ایموجی اینجا برات نوشتیم، اگه تونستی حدس بزنی از این ورم شروع میشه. نگاه کن ببین میتونی. آره هم کمک میکنی. یه تیکه از آهنگ با... یا بعدیش میدونی چی؟ من هر کدوم از این ایموجی ها یه معنی دیگه دارم. آره. غیر از معنی که باید بده. ببینیم با پاپ ایرانی هم آشنا هستی یا اینکه
اصلا سخت. قربون چشای پلنگی؟ خدای اون قربون چشای پلنگی نزدیکه نزدیکه ولی با پلنگ شروع میشه. آها از ببخشید فارسی من دارم چپ رو بپرسم. آره نه از راست بچم. پلنگی چش قشنگه. آها آشنایی داره آشنایی. پس گوش میدی پاپ فارسی را. ما بچه بودیم تو هر مهمونی اگه نشیده باشی اصلا زشته. بعدی هم آسونه اگه آره دیگه خیلی آسونه. نون و پنیر و سبزی این توه تو بیش از آره بیش از این آره تو بهتر از این بیش از این میارزی تو بیش از این میارزی آفرین قبول میکنیم ازت قبول میکنیم آره بیشتر گوشیدی اونو بیشتر گوشید آره آفرین خیلی ممنون واقعا ما منتظریم که آخرین آهنگ رو برامون اجرا کنی صبرانه ولی قبل از اون حالا قبل واش میخواد سری بره گفتم از اون آره دوست دارم اولا که کمی راجع به این آهنگ توضیح بدی بعد که بگی که اصلا این همکاری چطوری بود میخوام خودت بگی حالا ما نگیم خودت بگو این آهنگ در واقع نسخه انگلیسیش همون تو همون آلبومی که گفتم سال 2009 منتشر شد اومد بیرون تایتلش هم 10000 مایلز اوی بود شادی یوسفیان از گروه ایندو خیلی این آهنگ رو دوست داشت همیشه و کلن با الان همیشه بهم اصرار میکردن که فارسی بخون فارسیش کن بعد یه جا دیگه نمیدونم چند چهار پنج سال پیش نسخه فارسیشو اردلان ترجمه کرد و فرستاد ولی من هنوز قانع نشده بودم چون که احساس میکردم خیلی فرق داره با هم این نسخه ها یعنی اون حس آهنگ اصلیشو نمیتونستم تو کلمات پیدا کنم تا اینکه دو سال پیش دوباره آره یه ذره روش کار کردیم و با شادی خوندیم و به به خیلی خوب گروه خیلی 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 عالی ممنون واقعا